پس از تقویت احتمال حضور دائمی نظامیان آمریکایی در عراق، گروه‌های مقاومت هشدار دادند حتی یک نظامی خارجی نباید در این کشور حضور داشته باشند. آنان تاکید کردند گفتگوهای راهبردی بین دولت بغداد و واشنگتن باید منجر به خروج نظامیان آمریکایی شود، نه راه حل دیگری. این هشدار پس از سخنان وزیر خارجه عراق در واشنگتن است که تاکید کرد نظامیان این کشور همچنان به کمک‌های آمریکایی‌ها نیاز دارند. قرار است این موضوع در دیدار روز دوشنبه رهبران دو کشور نهایی شود. دیدار وزرای خارجه آمریکا و عراق در واشنگتن در چارچوب ادامه گفتگوهای راهبردی دو کشور برای تعیین سرنوشت حضور نظامی آمریکا در عراق. حضوری که جنجال ساز است و گروه‌های مقاومت و برخی کشورهای منطقه آن را نمی‌خواهند. همین حضور حدود 1.5 سال پیش عراق را به محل درگیری نظامی آمریکا و ایران تبدیل کرد. درگیری‌های محدود که می‌توانست به یک رویارویی تمام عیار مبدل شود، خطری که همچنان باقی است و در صورت بروز می تواند عراق را به ویرانه کامل مبدل کند. با وجود همین خطر بالقوه، دولت مصطفی کاظمی خواستار حضور نظامیان آمریکایی در این کشورند. البته شاید شکل این حضور تغییر کند، اما نظامیان آمریکایی همچنان در این کشور باقی خواهند ماند، موضوعی که وزیر خارجه عراق تلویحاً آن را تایید کرد. تعاون فی مجالات مختلف. نیروهای امنیتی ما همچنان نیازمند برنامه‌هایی هستند که آمریکا در زمینه آموزش، تسلیح، تجهیز و توانمندسازی نیروهای ما ارائه می‌دهد. گروه‌های مقاومت عراق اما مخالف هر نوع حضور آمریکا در این کشورند. گروه‌هایی که فرمانده ارشدشان را آمریکا در فرودگاه بغداد با قاسم سلیمانی ترور کرد. این گروه ها در واکنش به سخنان وزیر خارجه این کشور هشدار دادند حتی یک سرباز خارجی نمیتواند در این کشور حضور داشته باشد. مأموریت نیروهای هوایی آمریکا در عراق دفاع از امنیت رژیم صهیونیستی و جاسوسی از مقاومت می باشد. شرط مقاومت اجازه ندادن به حضور یک سرباز خارجی در خاک عراق است. نخست وزیر عراق قرار است برای نهایی کردن سرنوشت حضور نظامی آمریکا در این کشور دوشنبه در اینجا در کاخ سفید مهمان جو بایدن باشد. خیلی ها پیش بینی کردند در این نشست تغییر مأموریت نظامیان آمریکایی از رزمی به مشوره‌دهی نهایی خواهد شد. نخست وزیر برای توسعه همکاری دو جانبه در چارچوب توسعه مشارکت استراتژیک بین دو کشور از کاخ سفید دیدار خواهد کرد. دو رهبر در مورد طیف گسترده از موضوعات دو جانبه مانند آموزش، اقتصاد، تغییرات آب و هوا و امنیت گفتگو خواهند کرد. عراق هم‌اکنون شاهد تنش‌های بی‌سابقه و خطرناک بین آمریکا و گروه‌های مقاومت است. تنش‌هایی که پس از حمله‌های هوایی یک ماه پیش آمریکا به مواضع نیروهای مردمی عراق وارد مرحله تازه شده. دو طرف در ماه‌های اخیر بارها به مواضع یکدیگر حمله کردند. حملاتی که می‌تواند گسترده‌تر شود و پای برخی از کشورهای منطقه را نیز به مناقشه عراق بکشاند. برای بررسی بیشتر این خبر هم‌اکنون آقای وایس ناصری آگاه مسائل سیاسی را با خود داریم. آقای ناصری، آمریکا در عراق به دنبال چیست؟ ای که آمریکا در عراق بر پای چی هست، باید به تاریخ عراق و روابط عراق با آمریکا و جهان و منطقه یک بار نگریسته شود و گفته شود که عراق یک کشور بسیار سوق الجیشی هست از نظر موقعیتش در منطقه، موقعیت جو سوق الجیشی، جیوپولیتیکی، جیواکونومیک در منطقه خاورمیانه که از کشورهای بسیار سرنوشت‌ساز و مهم است. بنابراین آمریکا همیشه توجهش به عراق بوده
و روابط هم داشتن، ولی آگاهانه و به حساب با هدفمندانه در 1990 به بهانه اشغال عراق، به بهانه اشغال کویت توسط عراق، عراق مورد هجوم امریکا قرار گرفت و بار دیگر در 2003 بعد از تجاوز امریکا به افغانستان و کامیابی های بسیار به حساب زودرس و با تمام امکاناتی که امریکا داشت افغانستان را در ظرف چند هفته اشغال کرد و این اشغال سهل و به حساب برخورد بسیار ملائمی که کشورهای منطقه در ارتباط به اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو داشت، امریکا را جرأت داد که فهمید که میتونه کشور عراق هم مورد تجاوز قرار بده، وزیر یک بهانه‌ای که آقای صدام حسین دارای سلاح کشتار جمعی هست و تهدید است و تروریسم حمایت میکنه و با القاعده ارتباط داره، به می بهانه ها آقای جورج دبلیو بوش امر اشغال عراق داد، البته بدون از اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد یا کشورهای جهان باش همکاری کنه. عراق توسط یک ائتلاف که رهبری امریکا بود و انگلیس ها هم همکاری میکرد، بعضی کشورهای دیگر و کشورهای همسایه در ارتباط به اشغال عراق اون زمان سکوت کردند، عراق اشغال شد. گروه های مقاومت این کشور خواستار اخراج نظامیان آمریکایی هستند و هشدار دادن حتی حضور یک نظامی خارجی را نمیپذیرند. چرا آمریکا برخلاف افغانستان اصرار به حضور در عراق دارد؟ به ارتباط به خواست نیروهای مقاومتی که به نام حشد شعبی مشهور هستند و تا گذشته اینا گروه های مختلفی بودند که اکثریتشان توسط جمهوری اسلامی ایران حمایت میشد و امریکا هم میدانه و دیگر کشورها هم، و اینا مقاومتی هست که در ضد حضور امریکا هست و اینا میخواین که نیروهای امریکایی کاملا از عراق خارج شوند. ولی قسمی که پیشتر در سوال پیشتر شما گفتم که متاسفانه عراق قربانی رقابت‌های منطقوی هست، قدرت‌های منطقوی و جهانی در عراق جنگ نیابتی را به راه انداختند در سوریه و در کشورهای دیگه افغانستان اینا، و اینا متوجه امو به حساب منافع خود هست هر کشور، و این نیروهای مقاومت هم که خواست خروج نیروهای آمریکایی را دارند، چون متاسفانه وابستگی های با کشورهای منطقه وجود داره، خواست از اینا در سطح سیاسی در کشورهای منطقه مخصوصا در خود عراق که دولت عراق هم یک دولت محافظه‌کار است زیاد قابل توجه نیست، ولی دولت عراق هم میخواد که از مشکلاتی که رقابت های منطقوی ایجاد کرده و جنگ نیابتی که در عراق است خارج شود و نیروهای آمریکایی عراق ترک کنند، نیروهای خارجی به حساب در اونجا نباشه، همه نیروهایی که نظامی هست از منطقه خارج شود. ولی متاسفانه دولت عراق بسیار ضعیف است، از وقتی که صدام حسین سقوط کرده دولت هایی که آمده اینا دولت های بسیار ضعیف بودن، دولت های وابسته بودن، و کشورهای قدرتمند منطقه متاسفانه بدون در نظر داشت منافع ملی عراق و مردمش در یک رقابت شدید از خاک عراق، از خاک سوریه، یمن و لیبیا، خلاصه منطقه خاورمیانه، کشورهای اسلامی همش باد و برباد رقابت های منطقوی است. بنان من فکر نمی کنم که نیروهای امریکایی به خواست مخالفین خود یا نیروی مقاومتی که گفته میشه خواهن به حساب حاضر شوند منطقه را ترک کنند، بلکه چنزنی ها هست و امریکا چون پول زیاد هم به این دولت کمک کرده و دولت حمایت میکنه و نیروهای نظامی شد به حساب آموزش نظامی میتا و حمایت میکنه، بنان شاید امریکا در عراق به یک مدتی طولانی تر باقی بمانه، چون موقعیت عراق بر امریکا بسیار مهم است. گفتگو میکردم با وایس ناصری، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با حضور امریکا در عراق.